سپاس از شما که تا این لحظه با ما همراه هستین و بیننده صبح زندگی. گزارش از افغان بود که همین لحظه با هم اجای تماشا کردیم و همچنان گزارش های خوبی دیگه هم برای ما و شما میداشته باشن در ساعت دوم و سوم برنامه صبح زندگی. در این بخش برنامه مهماندار هستم جناب آقای سردار ولی عمرخیل جامعه شناس همراه ما هستند و صحبت های میداشته باشن در رابطه با موضوعی که امروز انتخاب کردیم، شهروندان و مسئولیت پذیری. شما را خوش آمدید میگم آقای عمرخیل، صبحتان بخیر. تشکر، زنده باشین. سلام عرض، صبح شما بخیر. سلام عرض میکنم به تمام بیننده های تلویزیون آریانا، امیدوار هستم که صحتمند و سلامت باشن. زنده و سلامت باشین آقای عمرخیل. خب ما شما فکر کنم صحبت های زیادی داریم در رابطه با مسئولیت پذیری که واقعا آیا ما شهروندی بودیم که مسئولیت خود ما را در قبال جامعه و خوبی انجام دادیم یا خیر، و همچنان ما میخوایم در نخست شما یک تعریفی از یک فرد مسئولیت پذیر بر ما بیننده ها داشته باشید. خب تشکر. به برنامه قبلی ما گفتیم که چه کسی مسئول می باشه در جامعه خود، و شهروند مسئولیت پذیر به کسی گفته میشه که اونا واقعا تمام مسئولیت های خود در جامعه خود درک بکنه. مسئول کل ما هستیم، میتونست که هیچ کسی در جامعه خود، مثلا یک کسی که کاملا بیکار باشه یا مثلا یک کسی که کاملا مصروف است، اونا هر دویشان مسئول جامعه هستن و میتونن که در جامعه رول و یا نقشی که داره او را ایفا بکنه. و یکی از دیدگاه جامعه شناسی نقش ها متفاوت است، تقسیم شده. مثلا به یکی نقش یک کارگر داده شده، یکی مثلا که امیال که افغان رفت مثلا نانواست، بله. یکی دیگر مثلا در جای دیگه کار میکنه، که این نقشا را همه اگر به صورت درستش ایفا بکنه، همه ما شدیم مسئولیت پذیر. مسئولیت شهروند مسئولیت پذیر کسی است که مسئولیت خودش درک بکنه. اگر درک نکنه، ما نمیتونم براش بگم که شما یک شهروند مسئول هستید. شهروند مسئول یعنی در قبال جامعه، در قبال افراد جامعه مسئولیت خود درک کردن، و اینو میگیم شهروند مسئولیت پذیر. حالا استاد، اکثر کسان میگن که ما در یک جامعه زندگی میکنیم، واقعا مسئولیت خود ما را تانستیم و تا حدی خوب انجام بدیم، اما اینکه واقعا ویژگی های یک فرد مسئولیت پذیر یا یک شهروند مسئولیت پذیر چی ها میتونه باشه، میشه که به این نکته اساسی و ظریف هم شما اشاره داشته باشید. تشکر، زنده باشین. ما فکر نمیکنیم که ما کل ما تانسته باشیم به گونه شاید و بایدش که ما مسئولیت داریم او را ادا کرده باشیم. ما فکر نمیکنیم، به خاطر از اینکه یک تعداد ما، اگر ما واقعا میتونستیم مسئولیت خود به شکل درستش انجام بدیم، ما امروز گرفتار چنین مشکلات در جامعه خود نمی‌بودیم. شما ببینید وقتی ما در جامعه میبریم با هزاران نوع مشکل، از خاکباد گرفته تا مثلا محیط خرابی که ما مثلا آب و هوا داریم، مثلا ما هر نوع مشکلاتی که ما شما در جامعه خود می‌بینیم، مثلا که می‌بینید که ما وقتی در موتر که بالا میشیم نمیتونیم فرهنگش موتر، یا مثلا فرهنگ اون جایی که در تاکسی هستیم، متاسفانه ما شاهد بودیم، دیدیم در داخل موتر تاکسی مثلا یک کس سیگار دود میکنه، واقعا که واقعا نتونسته این مسئولیت خود بپذیره. مثلا شفاخانه تو من سیگار دود میکنه، ما در شفاخانه هم شاهدش بودیم. یک روز دیگه من برنامه گفتم، ما اگر بگویم که اون شفاخانه هم کدام شفاخانه، شفاخانه دولتی است، شما برید به شفاخانه دولتی استقلال، ما به چشم خود دیدیم که میگم سیگارت نکش، میگه داخل ببینید دکتر هم دود میکنه. اینا ما اگر بتونیم که ما به طوری که واقعا شایسته یک فرد است، واقعا شایسته کسی است که در افغانستان، در جامعه کابل و خصوص زندگی میکنن، بتونن مسئولیت خود بپذیرن، ما از این مشکلات رهایی پیدا میکنیم. مثلا امنیت داریم، ما اگر بتونیم که با پلیس، با اردو، با امنیت، با تمام نیروهای امنیتی خود همکار باشیم، بله. ما امروز چرا باید قدر مشکلات داشته باشیم؟ اگر ما مسئولیت خود به شکلی که واقعا ایجاب میکنه ادا بکنیم، ما از این انتحار و انفجار از همه خلاص میشیم. اگر واقعا مثلا در تمام شهرهای افغانستان مردم افغانستان یا مثلا کسایی که در اونجا زندگی میکنن واقعا همکار باشن با تمام ارگانهای امنیتی، با تمام ارگانهای دیگه دولتی که اونجا حضور دارن همکار باشن، ما از این مشکلات رهایی پیدا میکنیم و ما باید از این مشکلات خلاص شویم. و این مسئولیت ما از مسئولیت کسایی است که در افغانستان زندگی میکنن. ما نباید توقع داشته باشیم از خارجی که خارجی به بر ما وطن ما رو بسازه. خارجی هیچ وقت به ما وطن ما رو نمیسازه، و اونا خاص به خاطر هدفی که دارن آمدن. ما هستیم که افغانستان رو میسازیم، ما هستیم که در افغانستان زندگی میکنیم، و ما هستیم که از افغانستان، از چیزی که داره استفاده میکنیم. دیگران با ما نمیان نمیسازن. ما باید بسازیم وطن خود، وطن خود ما ساده، باید اینجا کار بکنیم و ما بر ما ضرورت داره. شما ببینید وقتی ما امروز از جوان خود پرسان میکنیم که شما چرا مثلا بیکار هستی، میگه والا کار نیست.
شما اگر واقعا خلاق باشین، شما اگر واقعا مسئولیت پذیر باشین، میتونین کار برتون پیدا بکنین، میتونین که مثلا یک خلاقیت رو به وجود بیارین. شما ببینید امروز ممالکی که در بیرون هستن یا ممالکی که مثلا خارج از افغانستان است، خارج از آسیا هستند که قدر پیشرفت کردن، دلیلش چی بوده؟ دلیلش چی بوده که اونا کار کردن، کوشش کردن، زحمت کشیدن، جامعه خود اونجا به این حالتی که فعلا وجود داره رساندن. اینطور نیست که مثلا افغانستان نمیتونه برسه، اینطور نیست که افغانستان استعداد نداره، اینطور نیست که مثلا در افغانستان کسی نمیفهمه یا مثلا در افغانستان هیچ ظرفیتی وجود نداره. همه ما با ظرفیت هستیم، همه ما با استعداد هستیم، ولی که ما ضرورت داریم که کمک حداقل یا به اندازه‌ای که ما بتونیم بر خود ما یک چیز بسازیم، یک کم زحمت بکشیم، ما به هر جا میرسیم. من یکی از مثالایی که یک وقت من محصل بودم، یک از استادای ما میگفت میگه شما اگر کم زحمت بکشید بسیار به سادگی میتونید یک بورسیه رو به دست بیارید و شما برین تحصیل بکنید در خارج. ما به حال اصل هدف از این حرفی است که اگر کمی هم زحمت بکشیم از این حالت نبریم. واقعا استاد شما نکته بسیار خوب و ارزنده را اشاره داشتین در رابطه با اینکه واقعا یک شهروند چگونه میتونه مسئولیت پذیر باشه و همچنان یک فرد که در یک جامعه زندگی میکنه چقدر او میتونه تحولات بزرگی را در یک جامعه به وجود بیاره. حالا هر کسی را ما میبینیم به گفته شما مثلا اکثر کارها را به دوش مسئولین میمونن، یعنی میگن مسئولین وظیفه‌شان است، چرا رفتن در او چوکی نشستن، چرا در اداره کار میکنن، وظیفه‌شان همی است باد اونها نگهداری کنن از محیط زیست، از معادن، از هر چی که هست، از رسم و رواج و فرهنگ و هر چیزی که هست، میگن باد اونها همیشه آگاهی بدن به مردم و همچنان مسئولیت اونا است. در صورتی که یک فرد جامعه میتونه به این چیزا فکر کنه، میتونه در بعضی از جا اشتراک کنه، هوش و ذکاوت خودش با دیگران شریک بسازه و این گام بسیار بزرگی است برای یک شهروندی که در یک جامعه زندگی میکنه. حالا استاد ببین در رابطه با این بگوین خانواده چقدر نقش دارن برای که فرزندانشون یک فرد مسئولیت پذیر به بار بیارن. حالا ما خانواده ای داریم که نادیده میگیرن فرزندانشون، فقط به فکر ازی هستن چگونه توقعاتشون انجام بدن و همچنان به فکر ازی هستن که چگونه اینا بزرگ شه و برن به تحصیلات خودشون بپردازن. حرفایی که شما گفتیم واقعا حرفای دقیقی است. من در میخواهیم در برابر ازی که خانواده چقدر در برابر ازی که یک فرزند خود مسئول بار بیاره، مسئولیت اول برمیگرده به خانواده. شما هستین که طفلتان را صحتمند تربیت میکنین یا مثلا سالم تربیت میکنین و به جامعه تقدیم میکنین. شما ببینین یکی از کسایی که میگن شما اگر یک مکتب را باز کردین، در حقیقت در یک زندان را بسته اید. واقعا. و اگر شما مثلا یک مکتب یا کسی را از مکتب باز او نتونست به مکتب برای یا در یک مکتب بسته شد، در حقیقت شما با چالش های بسیار زیاد روبرو خواهید شد و مشکلات بسیار زیاد به وجود خواهد آمد. مسئولیت از این که خانواده بتونه، خانواده باید حرف اطفال را بشنوه، حرفایی که واقعا او ضرورت داره باشه. اما این نه ای که تمام حرف های از اون باشه، شاید تمام حرف های از اون معقول نباشه، شاید تمام خواسته های از او معقول نباشه، که مثلا او هر چیزی طفل است یا مثلا نوجوان است میخواه. اما این برمیگرده به یک خانواده که واقعا مسئولیت پذیر است و میتونه از اطفال خود سالم تربیت بکنن. بله. و اونا چیزی را که میخواین باید ببینن که اینا واقعا به درد بخور هستن، آیا واقعا می اطفال یا واقعا می نوجوان یا کسی که جوان شده، آیا واقعا از عهده ازی از مسئولیت ازی برآمده میتونه. مثلا اگر او اطفال یا او نوجوان یک وسیله ورزشی رو میخواد، حقش است باید برش تهیه بکنه. یا مثلا اگر علاقمندی به مکتب رفتن در نباید مانی از شما، اگر دختر است، اگر پسر است، واقعا برازو باید زمینه ازیر مساعد بسازن که اونا برن به مکتب. یا مثلا وسایل دیگه ای که در زندگی واقعا ضرورت داره، مثلا یک چیزی که واقعا برای افغانستان یا برای کسایی که حال من نمیتونم از چشم پوشی بکنم، یک لباس است، یک چیز میخواه، حداقل که خانواده اگر توانایی ازیر داره باید امو خواهش از او را پوره بکنه. حالا تا حدی باید خواهش را پوره بکنه، ولی که نیست، نه 100%. ولی خواهشی که مثبت باشه، خواهشی که خوب باشه و خواهشی که بتونه ایده اطفال به جامعه خود و به کسایی که در ضرر نرسانه باشن، به خواهشاش پوره بکنه، نه تمام خواهشات. حالا استاد بعضی زیاد است واقعا. حالا استاد بعضی خلایی که ما میبینیم در جامعه، فکر میکنیم به خاطر همی مسئولیت نپذیرفتن خود همه شهروندان هست که با بعضی از مشکلات خودشان روبرو میشن. متاسفانه یکی از این که شهروندان هم یا کسی که در کابل زندگی میکنن یا مثلا از شهرهای دیگه زندگی میکنن، اینا مسئول هستن، اینا باید مسئولیت خود بپذیرن، نباید کل چیز توقع بکنن از مسئولین. اگر ما توقع دارت از مسئولین جاست، اما خدر مسئولین از ما توقع دارن که ما باید، ما پیشتر گفتم که در محیطی زیست، اگر ما مثلا شهروالی یک درخت نمیشن، ما مسئول هستیم که حداقل از اون نگهداری بکنیم، حداقل کسی رو نمونیم که او رو بشکنن، حداقل بتونیم اگر کس مثلا او رو برازو ضرر میسن، حداقل برش بگوییم که میخوا به محیط ما
خوب است و میتونه محیط ما سرسبز کنه، اکسیژن بر ما بده. اینی واقعا بر ما خوب است که ما بتونیم از استفاده بکنیم. نباید ما کل چیز از مسئولین توقع داشته باشیم و مسئولین بر ما کل چیز بیارن. دیتون نیست که در خارج شما اگر برین مالک خارجی هم که در این سرحد رسیدن کل چیز اونا نیستن. اگر اونا هم قدر سهولت ها رو برشون ایجاد کردن در برابرش پس برشون میتن مثلا تکس میتن. شما اگر برین ما از یک آمریکایی از یک اروپایی پرسان بکنین که کدام جامعه میخوای زندگی میگه جامعه که اونجا تکس زیاد نداشته باشه. ما یکی از همکارا داشتیم که اونا میگفتن من خوش هستم در افغانستان زندگی بکنم نه اینکه برم به آمریکا به خاطر اینکه اینجا تکس زیاد است. اگر اونا عمو قدر امکانات برشان مهیا کردن پس در برابرشان میتن برشان مثلا از اونا نگهداری میکنن مسئول هستن. شما ببینید در افغانستان ایتیا کار نشد. ما کل چیز از دولت میخوایم هر قدر که دولت بر ما بده ما پس بر دولت نمیتیم. دولت صحیح است بر ما مسئول است در برابر از اینکه آنچه که برمیگرده به دولت ولی چیزی که بر ما بر عنوان شهروند بر عنوان کسی که در کابل زندگی میکنیم بر عنوان کسی که در افغانستان هستیم ما باید مسئولیت خود را بپذیریم و مسئولیت با تمام ارگان های دولتی باید همکار باشیم. نباید از دولت زنده و سلامت باشین جناب آقای سردار ولی امرخیل از اینکه امروز با ما همراه بودین وقتتان خوش باشه. تشکر سلامت باشین. سلامت باشین.